تصویری کامل و واضح از جن رو بهتون میخوام نشون بدم. اگه ازتون پرسیدن جن چه شکلیه، این شکلیه. میبینه بچه دماغش انقده، طرف رو توی کلاب راه نمیده، بعد طرف ایناست که هیپنوتیزم میکنه. اینجا هم گرگه نها کنید چه تیزبازی میاد. یکی از فوبیاهای اصلی من از بچگی تا الان میدونید چی بوده؟ این بوده که یهو یه جا نشسته باشم، یه گربه سیاه. از بچگی بعضی اوقات خوابش رو میدیدم و توی خواب، حالا یه سری توی خواب از بلندی میفتن میترسن، حالا یه سری یه چی دنبالشون میکنه. من فوبیا و ترسم از بچگی این بوده که یه گربه سیاه چاق و پشمالو از این حالت این شکلی. این شکلی بشه و به سمتم حمله کنه و چنگای درازی داشته باشه و بپر رو سر و صورتم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک فریکیه دیگه. همونجور که بهتون گفتم، فوبیای من از بچگی یه گربه سیاهی که یهویی به سمتم حمله کنه. شما هم حتما توی کامنت ها برام بنویسید، چون تک تکشو میخونم و میخوام راجبش برنامه درست کنم. حتما بنویسید که شما فوبیاتون چیه، میخوام عجیب ترینش و باحال ترینش رو انتخاب کنم و راجبش برنامه بسازم. امروزم چند تا ویدیوی خیلی ترسناک براتون آماده کردم که اولیش راجب همین ویدیوی گربه است. رفقا من تا الان اینستاگرامم توی ویدیوهام نمیذاشتم، این بالا براتون اینستاگراممو میذارم، حتما فالو کنید. روزمرگی زندگی خودمو براتون توی استوریا میذارم و ویدیوهای جدید و این چیزا براتون میذارم. حتما اینستاگرام منو فالو داشته باشید. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و خیلی ملو بریم سراغ ویدیوهای ترسناک جلو. خب ویدیو اول راجع به همون گربه است. یارو زنه به پلیس زنگ میزنه، میگه که میگه باید به من کمک کنید، گربه من یه اتفاقی براش افتاده. میگه شما کجا هستید؟ میگه توی خونه. میگه گربه شما کجاست؟ میگه همین الان داخل خونه است. گربهش حالت شیطانی شده، میگه به شما آسیبی رسیده؟ میگه نه، قراره به ام آسیب برسه. میگه کسی بین شما و گربتون داخل خونه هست؟ میگه نه. میگه خب این وسط امرجنسی چیه؟ میگه گربه هم یه کارهای خیلی عجیبی انجام میده، انگار که تسخیر شده. این کابوس منه، دیوونه شده گربهش. حالا من تازه خیلی رو خودم کار کردم که نسبت به گربه ها فوبیا نداشته باشم، از هیچی نمیترسم، ولی خب همه آدما یه فوبیایی دارن. یادتون نره توی کامنت ها فوبیاتونو بنویسید. بریم سراغ ویدیوی دوم. ویدیوی بعدی نگاه کنید، تصویری کامل و واضح از جن رو بهتون میخوام نشون بدم. دیگه از این واضح تر و واقعی تر من ندارم. سه تا جن دقیقا توی خونه دارن راه میرن. نگاه کنید قشنگ تصویرشو ببینید. اگه ازتون پرسیدن جن چه شکلیه، این شکلیه. نگاه کنید قشنگ توی خونه دارن بین این سه تا که خوابیدن، بین دو نفر که خوابیدن، سه تا جن دارن راه میرن. صحنه آیستش هم نگاه کنید، یکی دو تا سه تا. من یه مقدار دیر به دیر ویدیو میذارم به خاطر اینه که میچرخم ببینم واقعی ترینا رو براتون پیدا کنم. توی این ویدیو یه دختر بچه است که دوربین بچه داره میگیرتش، این دوربینایی که بالای تخت بچه میزه. یه هود پاش نگاه کنید، بد جوری این ویدیو فکر منو مشغول کرد، خیلی هم وایرال شده. تو این هفته تمام کانالای ترسناک اینو گذاشتن. پای بچه رو میکشه و با خودش میبره. میبینید از طرز کشیدنش معلومه که نخ و این داستانا نیست. حواستون باشه که نصف شب پاتون رو نکشه ببره. توی ویدیو بعدی طرف داره از آتیش پیکنیک رفتن داره فیلم میگیره، یهو یه سایه‌ای میره توی آتیش گم و گور میشه.
که اینم مطمئنم یه جنه، چون طرز راه رفتنش دقیقا همون شکلیه. نها کنید حالت، البته انواع اقسام دارن. توی این ویدیو وحشتناک طرف داره از بچهش فیلم میگیره. این ویدیو هم خیلی وایرال شده بود که یهو بچهش بهش میگه اون پشتو نگاه کن، یه انگار یه بچه پشتت وایساده، برمیگردونه یهو یه چیز وحشتناک میبینه، بچه دماغش اینقده، دماغ عقابی داره. نیم چیه خدای من، بسم الله. دوربینو میندازه رو زمین و الفرار. یه بار دیگه ببینیم، بچه میگه پشتتو نگاه کن. پشتشو نگاه میکنه، یه منقار دراز داره نگاهش میکنه. اینم اصلا بچه هست، خب دلش میخواد بازی کنه. تو این ویدیوی عجیب غریب دو تا پا برای خودش داره قدم میزنه. این هم دوربین مداربسته یه دونه کوچه گرفته، دو تا پا، خیلی شیک مجلسی برای خودش داره قدم میزنه. تو این ویدیو رفقا خیلی ویدیو عجیبیه، طرف رو توی کلاب راه نمیده، بعد طرف عیناست که هیپنوتیزم میکنه. نها کنی چی کار میکنه بادیگاردر رو، با یه حرکت این قول بیشا خودمو میذاره رو زمین و اینجا شروع میکنه بهش فش دادن. بهت گفتم با من در نیفت. ناکنید، قدرت هیپنوتیزم اینه. تو ویدیوی بعدی یه عروسک فریکیه. من همیشه گفتم توی ویدیوام عروسک میذارم، دیدید گردنش کامل بلند شد. آخه من نمیدونم عروسک برای چیه. این عروسک ها رو من دفعه پیشم گفتم افقی پرت کنید بیرون. این عروسک های فریکی و نه خرس و اینا را، اینا هایی که این شکلی هن. وای وای وای. این ویدیو رو من قبلا تو اینستاگرام گذاشتم، یه موجوده که من مطمئنم اون اژدها نیست که چسبیده به بز. یه موجود است به نام اژدها، حالتی اژدها داره، بهش میگن اژدها، اینا هم چی چی یادم رفته، که میچسبه از خون بز میخوره. اینم دقیقا مثل همونه. خیلی ها تو اینستاگرام کامنت گذاشتن گفتن که آقا این جن نیست و این اون اژدها هست، یه حالت سوسماره که میچسبه اینجوری به حیوونا، مخصوصا بز. ولی آخرش این چیزو نشون نمیده. نها کنید، آخرش یه سوسمار رو نشون نمیده، آخرش یه حالت یه چیز درازی رو نشون میده که هیچ شباهتی به اون موجود نداره. حتما توی کامنت نظرتون رو بنویسید، به نظر شما این چی میتونه باشه. نها کنید، این مایه میمونه، این اصلا شبیه اون سوسماره نیست که چهار دست و پا میدوه. نها کنید، اونی که افتاد سکندری زد. این اصلا شبیه اون سوسماری که چهار دست و پا میره، اژدهای نمیدونم کومودور بهش میگن، چی بهش میگن، اسمشو اگه میدونید بنویسید برام. نها کنید، این یه خزنده است. نها کنید، این اصلا شبیه اون نیست، این چی میتونه باشه. تو ویدیوی بعدی که توی تیک تاک آپلود شده، طرف اومده توی یه دونه بیمارستان متروکه. نها کنید چی تو ویدیوش ضبط میکنه. یه ویلچره، یه زن و بچه روش نشستن. وقتی میدوه سمتش، ببینید قبلا گفتم اینجور ویدیوها زیاده، خیلی هاشم فیکه، من نمیذارم براتون، تا دلتون بخواد هستش، ولی این خیلی به واقعیت نزدیک بود. ویلچره دقیقا همونجا وایستاده، دیدید یه زنه داشت ویلچره رو میکشید. یه ذره که میاد این ورتر دوباره یه همچین چیزی میبینه که زنه وایستاده و پر میزنه میره تو آسمون، غیب میشه. تو این ویدیو، این ویدیو خیلی عجیبه، وایرال هم شده بود. طرف توی معبد رفته،
من یه چیز مثل همون کینه هست بهتون میگم، موهاشونو میریزن رو صورت، یه چیز همجوری میبینیم پاشو میذاره به فرار، داره فرار میکنه، برمیگرده دوباره اینو میبینه، دفعه سوم اینو تو دهنش میبینه، این دیگه وحشتناکه. تا بره تو ماشین سوار شه، به نظر شما همچین چیزی وجود داره؟ من خیلی دیدم، به نظر من خیلی هاش فیکه، آدم هن. ولی خب نمیدونم، شاید هم واقعی باشم. وای، این حالت خودش یه فوبیاست. تو این ویدیو عجیب غریب که توی اندونزی گرفته شده، یه موجود که نه، یه سفینه فضایی رو نشون میده و شما از تحرکات مردم و فرار کردن و پلیس و این داستانا میتونید بفهمید این ویدیو واقعیه. همه هم دارن به بالا نگاه میکنن، یه سفینه فضاییه بالا سر این موتوری است، همه دارن به یه سمتی فرار میکنن. یه چند تا ویدیو این شکلی هم در اومده توی چین، یکی از شهرهای چین، میگن ویروس جدیده و زامبی مامبی شدن و اینا، چین دوباره به دنیا اطلاع نمیده، قرنطینش کردن حسابی، شیانش، نمیدونم اسم شهرش یادم رفته. این ویدیو و ویدیو بعدیش از دوربین مداربسته گرفته شده، دختره داره میره سمت نمیدونم دستشویی، سمت کجاست، یه چیه ها دستشو میکشه، کوب میکنه، میان دوربین رو چک میکنن، میبینن خدایا این چی بود دست اینو کشید. یعنی از ترسش سکته داره میکنه قشنگ، یه چی نها کنید دستشو میکشه میخواد ببرتش، خودشو میندازی رو زمین. دقیقا تو همون محوطه دوباره همچین اتفاقی واسه یکی دیگه میفته، طرف افتاده روی زمین، حرکاتشو نگاه کنید، انگار اون یه تیکه تسخیر شده، از یه چیزی داره فرار میکنه که دوباره میزنتشو میندازتش زمین. سگه هم فرار کرد. میدید اینم دقیقا داره حرکت اون انجام میده، انگار از یه چیزی به شدت ترسیده. جلوتر پلیس میره چک کنه ببینه بابا اونجا چی هستش، چیه که اینجوری میشه. یهو توی دوربین دیدید یه چیزی رد شد، معلوم میشه که همه اینا زیر سر یه جنه. ناکنید رد شد رفت، حالا نمیدونم اسمشو بذارم روح یا جن. دو تا ویدیوی آخر روح و جن و این چیزا نیست. وحشت این ویدیو تو اینه که گله گرگ میان سگ میخورن، سگو میگیرن تیکه پاره میکنن. نگاه کنید، خدا کنه بابت این ویدیو گیر بهم نده. نگاه کنید دو تا سگو چجوری این گرگا تیکه پاره میکنن. این ویدیو رو من دیدم واقعا بیشتر از اون جنیا ترسیدم، این برام ترسناکتر بود. نگاه کنید سگو آخه چجوری اینو میخورن، حتی گشنشون بشه همه چی میخورن، گرگ شوخی نداره. ولی اینو بگم اگه دو تا سه تا سگ سراب بود اون وقت بهتون میگفتم که
میتونید سگ بخورید یا نه. اینجا هم گرگه نها کنید چه تیز بازی میاد، اولی کلش میاره با این حالت مظلوم بازی، این سگ بیچاره فهم میکنه مثلا اومده باش دوست بشه، میره جلو، سگم ایوونه چیزی نیست، بعد این همجی لنگا لنگا میاد جلو، گولش میزنه گردنشو میگیره، گردنشو میگیره سگ بیچاره رو، خدا لعنتت کنه. البته اونم خب گشنشه نمیتونی ایس کنی، ولی اگه دو تا دونه سگ سرا یا از این سگا هستن توی اردبیلن، اسمشون یادم رفت، همون سگ سرابه، یه مدل سگ دیگه هم هستش نمیدونم چیه، اگه از اون بودن گرگو که ایچی خرس هم جر و جر میکردن. این از این سگای معمولیه، یه سگ سراب بود بهت میگفتم چی میشه. فقایی که سگ و اینا رو خیلی خوب میشناسن یا داشتن از این مدل سگا، حتما کامنت بذارن که به نظر شما چند تا سگ سراب میتونه جلوی یه دونه گرگ وایسه. به نظر من یه دونه نمیتونه، دو تا تا سه تا باید باشه. من دیدم فیلماشو که گرگو تیکه پاره میکنن، اینجا گردنشو میزنه دوباره سگه بلند میشه بیچاره، دوباره گردن سگره میگیره. راز بقاست این برنامه، راز بقاست. همه بنویسید تو کامنت ها راز بقا، پویا بقا بنویسید، پویا بقا، پویا بقا. کامنت انگلیسی یادتون نره، نفری دو تا کامنت انگلیسی حتما بذارید که سابسکرایبتون ثبت بشه. اینجا دیگه میکشتش، بعد جالبیش اینه که وقتی میکشتش عین این دزدا دور و برش نگاه میکنه، خیلی حیوان باهوشیه گرگ، خیلی شیک و راحت بدون دردسر میبرتش. خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید، امیدوارم از ویدیوهای امروز لذت برده باشید. رفقا یادتون نره اگه تازه هستید تو این چنل، اون پایین دکمه اشتراک رو بزنید، اینستاگرام هم این بالا میاد حتما فالو کنید، اونجا از روزمرگی زندگیم براتون استوری میذارم، ویدیوهای تیکه‌ای ترسناکم براتون میذارم توی استوریا، حتما فالو داشته باشید. یادتون نره دو تا کامنت انگلیسی حتما بذارید که سابسکرایبتون ثبت بشه. دمتون گرم، روزگارتون خوش، من پویا هستم و زنده باد ایران.